سلام دوستان خوب یوتیوبی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ستاره حسن‌زاده هستم، نوازنده و مدرس سنتور در خدمت شما هستم با قسمت 4. قبل از اینکه ویدیو رو ببینید کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. دوستان، ما جلسه گذشته در مورد خطوط حامل، کلیدهای مختلف موسیقی، کلید سول و جایگاه نوت‌ها روی کلید سول بر اساس کلید سول با هم دیگه صحبت کردیم. اما این جلسه می‌خوایم در مورد ریتم و ارزش زمانی، دیرند یا دیوریشن نوت‌ها با هم دیگه صحبت کنیم. ارزش زمانی یکی دیگه از قسمت‌های مهم موسیقی هست. ارزش زمانی ریتم، حتما با این مسئله مواجه شدید که توی یک مهمانی، توی یک تشویق تماشاچیان با هم دیگه به اتفاق یک ریتمی رو همراهی می‌کنن، یعنی با هم دیگه دست می‌زنن یا بازیکن‌ها رو تشویق می‌کنن، یا اینکه توی مهمونی با یه ملودی رقصیدین یا دست زدین یا سر تکون دادین. اصلا یه چیز خیلی واضح‌تر و یه چیز خیلی بدیهی‌تر ریتم قلب ماست. ضربان قلب ما که با یک ریتم مشخص در حال زدنه و این ریتم توالی یک سری ضرب‌ها به صورت منظم در واحد زمان هستن. پس متوجه شدیم که ریتم دارای ضرب هست درون خودش. اما تعریف ضرب چیه؟ به حرکت رفت و برگشت پا حالا یا دست ضرب میگوییم. پا یا دست، وقتی که دست ما به سمت پایین میاد میشه یک، وقتی میره بالا میشه و، دو و، سه و، چهار و. پس وقتی که به سمت پایین میاییم عدد، وقتی به سمت بالا میاییم و، عدد دو و سه و. همه یه نوتایی که ما گفتیم 7 نوت میتونن به هر کدوم از این دیرندها در بیان، یعنی هر کدوم از این اشکال رو که داشته باشن یه دیوریشن یا ارزش زمانی مشخص دارن. اولین ارزش زمانی نوت گرد هست. گرد تقسیم میشه به دو تا نوت سفید. سفیدها هر کدوم خودشون تقسیم میشن به دو تا نوت سیاه، یعنی مجموعاً 4 نوت سیاه. سیاها تقسیم میشن به دو تا نوت چنگ، یعنی مجموعاً 8 نوت چنگ. و هر کدوم از چنگها تقسیم میشن به دو نوت دولا چنگ، یعنی مجموعاً 16 نوت دولا چنگ. پس اول نوت گرد رو کشیدیم. گرد تقسیم شد به دو تا نوت سفید. سفید تقسیم شد به 4 تا نوت سیاه. هر سیاهی تقسیم به دو نوت چنگ. و هر نوت چنگی تقسیم به دو نوت دولا چنگ. سفید از همه اینها دیرندش بیشتر. چند ضربه؟ 4 ضرب. سفید نصف گرد ارزش زمانی داره، یعنی 2 ضرب. سیاه نصف سفید، یعنی 1 ضرب. چنگ نصف سیاه، یعنی 1/2 ضرب یا نیم ضرب. و دولا چنگ 1/4 ضرب. چنگ یعنی هر دو تا چنگی میشه 1 ضرب و توی دولا چنگ هر 4 تا دولا چنگ میشه 1 ضرب. حالا هر کدوم از اینها نسبتش رو هم با گرد میسنجیم. سفید 1/2 گرد هست، سیاه 1/4 گرد، چنگ 1/8 گرد، یعنی 8 میشه 1 گرد، و دولا چنگ 1/16 گرد، یعنی 16 میشه 1 گرد. حالا میخوایم گرد رو با هم اجرا کنیم با دستمون. نوت گرد، مثلا ما یه نوت گرد سول داریم، 1 و 2 و 3 و 4 و. نوت سفید 1 و 2 و. نوت سیاه 1 و. برای مثال یه نوت رو انتخاب میکنیم، مثلا نوت سول، با دستمون ارزش زمانیش رو نشون میدیم و با کشش اون سول اون گرد رو نشون میدیم. با دهانمون شروع میکنیم گرد سول. سول، نوت سفید سول، سول، نوت سیاه سول، سول، نوت چنگ. هر دوتاش میشه 1 ضرب، یعنی یه دونه توی
رفت، یه دینه توی برگشت، هر کدومش نیم ضربه. سول، 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 سول. دولا چنگ چهار تاش توی یه ضرب جا میگیره، یعنی دوتا توی رفت میگیم، دوتا توی برگشت. سول، 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 سول. حالا با یه نوت دیگه ما اجرا میکنیم، مثلا نوت لا. لای گرد، لا، لای سفید، لا، لای سیاه، لا، لای چنگ، لا، 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 لا. نوت دولا چنگ، لا، 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 لا. شما میتونید توی خونه امتحان کنید، یه نوت رو انتخاب کنید و تمام ارزش زمانی ها رو با صداتون سعی کنید که روش اجرا کنید. هر کدوم از این نوت ها یک سکوت هم برای خودشون دارن. سکوتشون به چه شکله؟ ما البته نوت سلا چنگ، چارلا چنگ هم داریم، منتها چون فعلا ابتدای کار هستیم و بهشون نیازی نداریم، شاید تا چند وقت به همین نوت ها بسنده میکنیم. نوت گرد سکوتش به این شکله. نوت گرد چسبیده به خط چهارم توی خطوط حامل سکوتش. این خود نوت ها، اینها هم سکوت ها. نوت ها ارزش زمانی دارند و نواخته میشن. سکوت ها هم ارزش زمانی دارند. یعنی این شکلی نیست که ما از اون سکوت بگذریم بگیم که خب این که سکوته بریم ادامه قطعه. نه، روی سکوت هم باید به اندازه‌ای که دیرند داره حتما مکس کنیم، ولی چیزی نمی نوازیم. پس نوت گرد از نوت خط چهارم آویزونه، چسبیده از خط چهارم به خطوط حامله. نوت سفید سکوتش خیلی شبیه نوت گرده، منتها چسبیده به خط سومه، ببینید بالای خط سوم. نوت سیاه به این شکله، نوت چنگ و نوت دولا چنگ. دقیقا به اندازه خودشون سکوت ها هم ارزش زمانی دارند. یه مسئله هست که شاید توی کتابتون بهش بر بخورید و این هست، این نکته هست که چرا مثلا بعضی از نوت ها توی کتابمون دسته هاش رو به پایینه و سرش رو به بالاه و برعکس. نوت هایی که سر نوت بالاتر از نوت سی قرار میگیرن دسته هاشون رو به پایین توی نگارش قرار میگیره و نوت هایی که پایین تر از سی قرار میگیرن دسته هاشون رو به بالاست. این از لحاظ نگارشی درسته این حالتش و نوت سی میتونه دستش هم به سمت بالا و هم به سمت پایین باشه. من میخوام الان ارزش زمانی ها رو روی ساز بهتون نشون بدم. میخوام دوتا نوت گرد اجرا کنم پشت سر هم. و دو و سه و چار و سول هست. یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و یعنی ما سر یک و ضربه رو میزنیم و چهار ثانیه مکس میکنیم. یک ضربه میزنیم با چهار ثانیه مکس. نوت سفید نصف نوت گرد ارزش زمانی داره، یعنی یکم خردتر میشه و ارزش زمانیاش کوتاه تره. یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و. نوت سیاه باز تعدادش بیشتر میشه ولی ارزش زمانیاش کمتر میشه، کوتاه‌تر میشه. یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و. نوت چنگ خردتر میشه و ارزش زمانیاش باز هم نصف میشه. یک و دو و سه و چار و. نوت چنگ باز هم خردتر و کوتاه‌تر میشه. یک و دو و سه و چار و. میبینید که توی یک دو ضربه میزنیم، توی و دو ضربه، دوباره توی دو دو ضربه و توی و هم دو ضربه. میزان ها به چند دسته تقسیم میشن. اول میزان‌های ساده. میزان‌های ساده میزان‌هایی هستند که قابل تقسیم به دو و مضرب‌های دو هستند. دو، چهار، شش و هشت و میزان‌های ترکیبی. میزان‌های ترکیبی میزان‌هایی هستند که قابل تقسیم به سه و
مضرب های سه هستن. میزان های ساده مثل میزان 2-4، 4-4 و میزان ترکیبی مثل میزان 6-8 و 9-8. همونطوری که میبینید این میزان ها قابل تقسیم به دو و مضرب های دو هستند، یعنی میشه دو ضربی حسابشون کرد به دو قسمت مساوی یا 4 قسمت مساوی، ولی میزان 6-8 و 9-8 به 3 قسمت مساوی و به 6 قسمت مساوی برای مثال قابل تقسیم هستند. و میزان های لنگ یا مختلط دسته سوم هست. میزان های لنگ یا مختلط ترکیب میزان ساده و ترکیبی کنار هم هستن. برای مثال میزان 5-8 یا 7-8. همونطوری که میبینید مثلا میزان 5-8 ترکیبی هست از یه 3 ضربی به اضافه یه 2 ضربی، یعنی یه میزان ترکیبی یه دونه ساده. یا میزان 7-8 قابل تقسیم هست به مثلا 2 تا 2 ضربی یه 3 ضربی. البته جای این میزانهای خورد شدن رو میشه عوض کرد، مثلا توی میزانهای لنگ میتونیم بگیم یه 2 ضربی به اضافه 3 ضربی، یا توی 7-8 میتونیم بگیم یه 4 ضربی به اضافه 3 ضربی، یا 2 تا 2 ضربی به اضافه 3 ضربی، یا 3 ضربی به اضافه 2 تا 2 ضربی، یا بگیم مثلا یه 3 ضربی به اضافه 2 ضربی به اضافه یه 2 ضربی به اضافه 3 ضربی به اضافه 2 ضربی. پس اینها قابل جابجایی هستن و به تاریخ‌های مختلف میشه اینها رو نوشت. اما اگر مثلا ما میزان 4 ضربی ببینیم به چه شکل میشه؟ اول از همه میخوام بهتون بگم که تعریف میزان چیه. میزان از به فاصله بین دو تا خط میزان یک میزان میگیم. خط میزان خطهای عمودی هستن که خطوط حامل رو قطع میکنن و به فاصله دو تا خط میزان، به فاصله بین دو تا خط میزان میگیم یه دونه میزان. حالا ما برای اینکه میزان ها رو نشون بدیم از میزان نما استفاده میکنیم، برای اینکه انواع میزان رو نشون بدیم. میزان نما یا تایم سیگنچر. پس اینهایی که ما اینجا نوشتیم میزان نما بودن یا تایم سیگنچر. تایم سیگنچر یا میزان نما بعد از چی قرار میگیره؟ بعد از کلید ما تایم سیگنچر قرار میگیره، برای مثال اینجا. و بعد از تایم سیگنچر یا میزان نما سر کلید قرار میگیره یا مایه نما. مایه نما مایه یا کوک اون قطعمون رو نشون میده، اینکه توی چه تونالیته نواخته میشه. و میزان نما میزان اون قطعمون رو نشون میده، اینکه اون میزان چند ضربیه و چه نوع نوتی توش نوشته میشه. اگر مثلا ما یه میزان 2-4 داشته باشیم، عدد مخرج نوع نوت رو نشون میده، اینکه اون نوت چیه، سیاه، واحدمون سیاه، چنگ، سفید یا غیره. و عدد بالایی تعداد نوت رو نشون میده، اینکه چه تعداد از نوتی. حالا ما برنگی بفهمیم مخرج 4 چه نوتی رو نشون میده، باز باید برگردیم به این توضیحمون. کدوم نوت بود که 1/4 گرد ارزش زمانش بود؟ 1/4 گرد، دقت کنید، نه 1/4 ضرب. 1/4 گرد سیاهه. پس هر موقع ما مخرج 4 رو میبینیم نشون دهنده نوت سیاهه و 2-4 یعنی دو تا نوت سیاه در هر میزان. حالا مثلا این میتونه دو تا نوت سیاه به صورت یه نوت سفید نشون داده بشه، یا دو تا نوت سیاه، یا 4 تا نوت چنگ. این سه میزان هر دو درستن برای این میزان نما. ما هم میتونیم از دو تا نوت سیاه استفاده کنیم، یا یه نوت سفید، یا 4 تا نوت چنگ. مثلا 4-4 یعنی 4 نوت سیاه در هر میزان. حالا فرض کنیم 6-8 یعنی 8 مخرجمون عوض شد، یعنی چنگ واحد ضربمونه، یعنی چنگ یه دونه حساب میشه. و ما منظورمونه که 6 تا چنگ، یعنی 6 ضرب چنگ در هر میزان داشته باشیم. پس 6 ضرب 6 چنگ در هر میزان. و به همین ترتیب 3-8 میشه 3 چنگ در هر میزان، 9-8 9 چنگ در هر میزان، 7-8 یعنی 7 تا چنگ در هر میزان، 5-8 یعنی 5 تا چنگ در هر میزان، 4-4 و 2-4 هم که گفتیم. پس همیشه نگاه میکنیم به
مخرج اون میزان نمامون هر چیزی که بود، مثلا خب اگر مخرجمون دو بود، مثلا دو دو بود، این دو نشون دهنده سفید بود، چون سفید ارزش زمانیش یک دوم گرد بود. پس اگر این صورت رو یک در نظر بگیریم، یک دوم میشه سفید و دو دو میشه دو تا سفید در هر میزان. چهار دو اگر بود میشد چهار سفید در هر میزان. پس مخرج دو نشون دهنده سفیده، مخرج چهار نشون دهنده سیاهه، مخرج 8 نشون دهنده چنگه و مخرج 16 نشون دهنده دولا چنگه. 6 16 یعنی 6 دولا چنگ در هر میزان. این هم از مفهوم خط میزان، میزان، میزان نما و میزان نماهای مختلف و انواع میزانی که ما داریم به 3 قسمت مختلف تقسیم میشه. خب دوستان عزیز، جلسه امروز هم به پایان رسید. در مورد ارزش زمانی یا دیرن یا دیوریشن نوت‌های مختلف صحبت کردیم، در مورد گرد، سفید، سیاه، چنگ و دولا چنگ، اینکه چه دیرندی دارن و نسبت‌های اینها با گرد صحبت کردیم، در مورد سکوت‌های هر کدوم از اینها و شکل‌هاشون صحبت کردیم، در مورد شکل نگارش نوت‌ها صحبت کردیم، در مورد میزان نماهای مختلف که 3 دستشون کردیم، میزان‌های ساده، ترکیبی و لنگ یا مختلط، در مورد میزان نما و جایگاهش روی خطوط حامل صحبت کردیم، در مورد خط میزان، میزان و تمام اینها صحبت کردیم. امیدوارم که شما برید تمرین بکنید، اینها همه به یادآوری و باز آموزی نیاز داره، حتما برید دوباره نگاه بندازید، یاد بگیرید و اگر سوالی داشتید میتونید توی کامنت از من بپرسید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.